سلام دوستان عزیز من ساسان توسلی هستم و امروز جلسه ششم یک سری درس‌های مقدماتی هست در الهیات مسیحی دارم از کتابی استفاده می کنم برای این سری درس ها به نام حقایق اساسی ایمان مسیحی نویسندش هست چارلز آر و اصل این کتاب به زبون انگلیسی هست Essential Truths of the Christian Faith درس های خیلی کوتاه، مختصر مفید و مقدماتی هست درباره الهیات مسیحی که من هدفم از این درس ها این هستش که برای عزیزانی که تازه به عیسی مسیح ایمان آوردن، تازه دارن تحقیقات ابتدایی میکنن در الهیات مسیحی که این درس ها مفید باشه برای شما عزیزان. توی چند هفته گذشته صحبتهای مقدماتی الهیات مسیحی رو مطرح کردیم که اساس الهیات مسیحی مکاشفه خداست به انسانها ای که چه در خلقت بوده، چه در وجدانمون، چه در طول تاریخ چه از طریق انبیای عهد عتیق در رسولان ایسای مسیح و در درجه آخر و به طور کامل در خود ایسای مسیح خدا خودش رو اراده و احکامش رو به ما مکشوف کرده پس صحبت های مکاشفه الهی صحبت های مقدماتی الهیات مسیحی هستند و حالا وارد قسمت بعدی الهیات مسیحی محسیح، میشیم قسمت، قسمتی که صحبت صفات و ذات خدا رو مطرح میکنیم نویسنده این کتاب فصل این کتاب رو اینطوری ارائه میده که چند فصل اولش درباره مکاشفه هست مکاشفه الهی بعد صحبت ذات و صفات خدا رو مطرح میکنه در چند فصل و هر فصل هم گفتیم دو سه صفحه بیشتر نیست خیلی مختصر مفید با چند تا آیات کلیدی بعد از ذات و صفات خدا وارد صحبت کارهای خدا میشه بعد صحبت عیسی مسیح مسیح شناسی صحبت تعالیم کتاب مقدس درباره روح القدس آموزه های مسیحی درباره ذات انسان و سقوط انسان درباره نجات درباره کلیسا و آیین کلیسایی درباره روحانیت و زندگی مسیحی و بعد درباره آخر زمان نقشه خدا برای تاریخ بشریت و اینکه بعد از این دنیا ما کجا میریم این صحبت های کلیدی موضوعات الهیات مسیحی هستش و حالا بعد از اینکه صحبت های مقدماتی درباره مکاشفه الهی رو تموم کردیم میگم هی دارم تاکید میکنم اینا درسهای خیلی مختصر مفیدی هستند برای کسایی که تازه دارن وارد صحبت های الهیاتی مسیحی میشن حالا امروز جلسه اولمون هست تو این بحث اولمون هست تو این جلسه شیشم درباره خود الهیات یعنی درک الهیات مسیحی از خدا از ذات خدا از صفات خدا میخوایم امروز یه سری بحث هایی رو با هم دیگه شروع بکنیم این دو تا فصل این کتاب رو امروز من میخوام درس بدم تو این وقتی که با هم داریم فصل ده و یازده ی کتاب و خیلی جالبه که نویسنده از این موضوع این صحبت الهیات مسیحی رو شروع میکنه تیتر انگلیسیش هست The Incomprehensibility of God کلمه قلم به انگلیسیه The Incomprehensibility of God یا به فارسی مترجم ترجمه کرده غیر قابل درک بودن خدا رو غیر قابل درک بودن خدا و شاید تعجب بکنید که ما داریم درباره خداشناسی مسیحی صحبت میکنیم درباره ذات خدا صفات خدا چطوری این اولین نکته که یک الهیدان مسیحی مطرح میکنه و به نظرم نکته خیلی مهمی هم هست که چرا ما این نکته رو شروع میکنیم چرا با این اولین صحبت صحبت این غیر قابل درک بودن ذات خدا هست به خاطر اینکه باید فروتن باشیم وقتی داریم با موضوع خدا روبرو رو میشیم ما انسان خیلی محدودی هستیم انسان خیلی کوچیکی هستیم و خدا خیلی افکارش از ما بالاتره راهاش روشهاش از ما برتره پس نباید با یک حالتی که ما میتونیم همه ابعاد حقیقت خدا رو ما قشنگ بفهمیم نه باید با فروتنی سر تعظیم بیاریم در حضور این خدایی که با شوبرو شدیم در کتاب مقدس در عیسی مسیح خیلی جالب داستان این،, این فصل رو دکتر سپرول با داستان مشهوری از کارل بارت شروع میکنه کارل بارت یکی از مهمترین الهیدان های قرن بیستم به حساب میاد الهیدان سویسی و بارت یه سفری میاد آمریکا و دانشجوها ازش میپرسن که آقای دکتر بارت ترین حقیقت الهیاتی مسیحی چیه از نظر شما؟ بارت کسی بودش که یک کتاب های الهیات سیستماتیک نوشت چارده جلد کتاب چند میلیون کلمه توی این چارده جلد کتاب و قول و بغیر از این کتاب الهیات سیستماتیکش خیلی کتاب های نوشته یک مردی که در تاریخ کلیسا به عنوان قول الهیات مسیحی حساب میشه در جواب این سوال بارت گفتش که حقیق ترین حقیقتی که من بهش تو الهیات مسیحی رسیدم اینه که مسیح من رو دوست داره چون کتاب مقدس این حقیقت رو به من گفته و این برای عزیزان ایرانی شاید این فارسی رو میشنون و زیاد منیدار نباشه ولی این جمله یه جمله سرود بچه هاست که تو کانون شادی خیلی کلیسا ها میخونن که مسیح منو دوست داره و این حقیقت کتاب مقدسه که به من گفته این رو و بارت اول یه عدی بهش خندیدن فکر کردن که داره سر به سرشون میذاره ولی فهمیدن که نه بارت جدی میگه یکی از بزرگترین افکار متفکرین تاریخ دو هزار سال مسیحیت میگه ترین حقیقتی که من تو زندگی بهش رسیدم اینه که مسیح عاشق منه چون کلام خدا اینو رو به من میگه و بارت داشت انگوش میذاشت دو نکته خیلی مهم که ساده ترین حقایق مسیحی انقدر عمیقه انقدر وسیعه که ما تا آخر زندگیمونم روش وقت بذاریم به آخر عمق این حقایق نمیرسیم و یه نکته دیگه هم که بارت داشت تایید میکرد با این حرفش این بودش که حتی متفکرترین الهیدان های مسیحی نمیتونن بیشتر از یک درک بچه از خدا برسن تو زندگی یعنی خدا خیلی بالاتر از اون چیزیه که من فکر میکنم خیلی وسیع تر از اون چیزیه که من فکر میکنم و نباید با غرور فکر کنم که من همه چیز اله، حقایق الهی رو فهمیدم و روش کنترل مطلق دارم کالوین،, کالوین الهیدان مشهور نهضت اصلاح طلب در الهیات پروتستان مسیحی یه سمبل دیگه استفاده میکنه میگه که خدا توی مکاشفه الهیش با ما مثل اینکه یه آدمی داره با بچه ها صحبت میکنه یعنی خدا حتی وقتی که میخواد با انسان صحبت بکنه انگار که یعنی بعد خودش رو فروتن کنه که ما بتونیم ما انسانهای با فکر محدود بتونیم این خدای خدای ابدی و ازلی رو ازش باش رو به رو بشیم و اون رو بشناسیم پس الهیات مسیحی یکی از قدم های اول در الهیات مسیحی اینه که با فروتنی اعلام میکنیم که خدا از ما خیلی برتره خیلی بزرگتره و درک مطلق ما نمیتونیم از خدا داشته باشیم یکی از یه کلمه که کلمه فاینیت و اینفینیت هست به فارسی هم اینطوری میگیم میگیم که ما انسان خدا وجود نامتناهیه ولی ما مخلوقاتی متناهی هستیم و این اساس صحبت ماست تو این قسمت اول این برنامه که ما با افکار متناهی نمیتونیم کاملا حقیقت نامتناهی خدا رو درک کنیم یه جمله‌ای که نویسنده کتاب بهش اشاره میکنه جمله الهیاتی هست این جمله هست که در قرون وسطا به خصوص جمله خیلی مهم و کلیدی حساب می متناهی یه وجود متناهی نمیتونه در برگیرنده یک وجود نامتناهی باشه متناهی نمیتونه در برگیرنده یک وجود نامتناهی باشه لاتینش این هست فینیتوم non cupax infinitum این جمله فریز لاتینش هست که یک وجودی که فاینایت محدوده نمیتونه یک وجود نامحدود رو کاملا تو خودش بگیره یا درک کنه یا بفهمه حالا صحبت الهیات مسیح نیست که ما نمیتونیم اصلا حقیقتی را از خدا بفهمیم ما نمیتونیم همه افکارمون درباره خدا با شک همه اف افکارمون با درباره خدا روش باید علامت سوال باشه همیشه باید توی این شک و نایقینی تو زندگی جلو بریم چون خدا از ما خیلی بالاتره نه صحبت اینه که خدا تا اونجایی که خودش رو به ما نشون داده ما میتونیم با حقیقت اون رو بروشیم و اون رو درک کنیم ولی خیلی چیزای دیگه هست که خدا خودش رو به ما،, به ما جوابش رو نداده خدا برای ما توضیح نداده و باید با فروتنی قبول کنیم که انسان با مخش با تجربه هاش تا یه حدی میتونه بره و حدی بعد از اون هست که ما نمیتونیم الان بهش دسترسی داشته باشیم دو تا آیه میخوام بخونم از کتاب مقدس یه آیه خیلی مشهور هست توی کتاب تصنیه تسنیه فصل 29 آیه 29 فصل 29 آیه 29 اسرار به خداوند خدای ما تعلق دارد اما آنچه بر ما آشکار گشته است برای همیشه به ما و فرزندانمان تعلق دارد تا از همه آنها پیروی کنیم صحبت موساس به قوم اسرائیل که اسرار به خداوند خدای ما تعلق اسراری هست که خدا هنوز به ما جواب نداده هنوز به ما نشون نداده ما نمیدونیم چی هست و باید با فروتنی قبول کنیم ولی خدا به ما یک حقایقی هم گفته که ما میتونیم درک کنیم و باید قبول کنیم و باید اون رو به اون اعتماد بکنیم یا آیه دیگه هست آیه دیگه تو عهد عتیق هست در این موضوع اشعیا 55 آیات 8 و 9 اشعیا 55 آیات 8 و 9. آیات خیلی زیبایه خداوند میگوید افکار من افکار شما نیست و نه روش های من مثل روش های شما همانقدر که آسمان ها از زمین بلندتر هستند همانقدر افکار من از افکار شما بلندتر است پس ما با یه خدای روبرو هستیم در الهیات در کتاب مقدس که خدای برتر و مافوق درک کامل بشریه خدا خیلی از حقایق خودش رو به ما گفته با زبون ساده توی این داستان ها توی این اشعار توی این مسائل ها توی معجزاتش توی کارهاش در تاریخ قوم اسرائیل در زندگی عیسی مسیح خودش رو به ما معرفی کرده ولی در عین حال حقایقی هم هست خیلی ماورای فهم ما و درک ما پس این نکته اول این صحبت هست که هیچ انسانی نمیتونه خدا را به طور کامل درک کنه نمیتونه صد درصد همه حقایق خدا رو بفهمه نمیتونیم همه ابعاد خدا رو روش تسلط داشته باشیم روی درکش و این یک حقیقت خیلی عمیقه که باعث میشه که ما با فروتنی برخورد کنیم با مکاشفه الهی یعنی خیلی وقتا عزیزان شاید حتی شما اگه دارید کتاب مقدس رو میخونید بگید که من این چیزها رو نمیفهمم این چه آیه سختیه یا این چه داکترین سختیه این چه موضوع سختیه این چطوری میشه قبول کردین رو و این نکته اولی که افکار خدا وجود خدا از ما خیلی بالاتره و ما باید با فروتنی برخورد کنیم با حقایقی که خدا درباره خودش به ما گفته این پس نکته اولی هست که تو درباره وقتی صحبت شناخت خدا رو میکنیم صحبت فیالوجی معرفت خدا درک از خدا رو میکنیم باید با فروتنی قدم اول رو برداریم ولی فروتنی که میگه در عین حال خدا خودش رو به ما نشون داده خدا خودش رو به ما مکشوف کرده و در عیسی مسیح واضح ترین مکاشفه و معرفیش رو و کلمش رو داریم و میتونیم به اون قسمتی که به ما خودش رو معرفی کرده رو کاملا باور کنیم قبول کنیم و روش زندگیمون رو بسازیم حالا فصل بعدی این کتاب حقایق اساسی ایمان مسیحی وارد صحبت تسلیس میشه صحبت تسلیس از دیدگاه الهیات مسیحی خیلی مهمه که البته تو این درس ها میگم همه صحبت ها توی همه فصل ها توی دو سه صفحه است خیلی مختصر مفید و من یه سری قبلا درس داده بودم و یه سری کاملتری هم درس خواهم داد درباره تسلیس این تمام صحبت های ما درباره تسلیس نیست ولی تو این دوره چیزی که درباره تسلیس میخوام بگیم چند تا نکته های خیلی مهم و اساسی هستن وقتی که صحبت تسلیس رو میکنیم اینجاست که توی همون یکی از درس ترینیتی تسلیس اینجاست که خیلی وقتا صحبت این میشه که در مسیحیت تناقض هست عقاید مسیحی پرت و پلا توش زیاده عقاید مسیحی به عقل آدم جور در نمیاد چطوری مسیحی ها میگن که یک به اضافه یک به اضافه یک میشه یک یک به اضافه یک به اضافه یک میشه سه و اینجا مسیحی ها با عقل و منطق و ریاضی تناقض دارن حرفای مسیحیا اصلا کاملا تناقض داره با هر چی که ما درباره ریاضی و فلسفه و منطق و عقل انسانی میدونیم ما چی باید چه, چه موضوعی رو اینجا میخوایم مطرح بکنیم صحبت این هست عزیزان اگر یادتون باشه که وقتی صحبت توی جلسه دوم بود به نظرم صحبت این رو کردیم که خیلی مهمه با بدونیم فرق تناقض با پارادوکس و با راز چیه ما در مسیحیت تناقض رو نمیتونیم قبول بکنیم تناقض منطقی نیست تناقض ضد عقله ضد منطقه نه ماورای عقل و منطق ولی راز هست تو زندگی پارادوکس هست پارادوکس حقیقتیه که به نظر تناقض آمیز میاد ولی اگر روش عمیقا فکر کنیم معنی واقعی و حقیقتشو میتونیم بفهمیم مثل اینکه گفتم مسیح میگه اون کسی که اول آخر میشه آخر اول میشه اگر میخوای زندگی تو به دست بیری و زندگیتو از دست بدی اینا حرفایی که شاید به نظر تناقض آمیز باشه ولی یک حقیقت روحانی خیلی لطیفی توش هست راز اون حقایقیه که ماورای محدودیت افکار بشریه و باید با فروتنی قبول بکنیم که رازهایی هست در وجود خدا در کارهای خدا که من با محدودیت انسانیم نمیتونم کاملا درک بکنم ولی تناقض چیزیه که نمیتونه حقیقت داشته باشه تناقض نمیتونه یک وجودی هم باشه هم نباشه و تعریف تناقض این بودش که یک چیزی یک حقیقتی نمیتونه هم باشه و هم نباشه در یک زمان و, در،, و در, یک رابطه من اینو میخوام خیلی باز بکنم تو این جلسه یک حقیقتی نمیتونه هم باشه هم نباشه در یک زمان و در یک رابطه یا در یک زمان و با یک معنی مثلا من اگه به شما بگم که من مرد هستم و بعدا بگم من مرد نیستم شاید بگه ای حرف ساسان تناقض داره اینجا هم میگه هم مرد هم میگه مرد نیست ولی اگر معنی جمله اولم این باشه که من مرد هستم به عنوان جنسیتم ولی معنی جمله دومم که من مرد نیستم به معنی این که من شهامت ندارم دو تا جمله کلمه مرد رو استفاده کرده ولی با دو تا معنی مختلف پس اینجا تناقض نیست پس ما وقتی میگیم که در تسلیس اقدس ما مسیح ها عقیده داریم به یک خدا حالا اینجا تناقض بود اگه میگفتیم ما مسیحا عقیده داریم به یک خدا و عقیده داریم به سه خدا این تناقضه هم عقیده داریم به یک هم عقیده داریم به سه این یه تناقضه ولی میگیم ما مسیحا عقیده داریم به یک خدا در ذات یکی هست خدا ولی در سه شخص این ذات خودش رو به ما معرفی کرده و وجود داره در پدر پسر و روح القدس حالا توضیحشو میدم الان منظورم یعنی چی؟ ولی ما داریم میگیم خدا در ذات یکیه ولی در شخص سه هست. این پس این حالا راست هست. این بالاتر از فکر محدود من و تو هست. ولی این تناقض نیست. یعنی خیلی خیلی مهمه. اگر بگیم که خدا یه شخصه و خدا سه شخصه اینجا تناقضه. اگر بگیم خدا یک, یک ذات هست و خدا سه ذات هست اینجا تناقضه. اگر بگیم خدا یکی است و خدا سه تا هست اینجا تناقضه ولی وقتی میگیم در, در, یه بودی از یه بود وقتی به خدا نگاه میکنیم خدا یکی هست یک تا هست و یکی هست از یه بود دیگه نگاه میکنیم سه شخص نه سه نفر نه سه, سه،, سه شخص منظور سه نفر سه تا آدم سه تا چیز جدا نیست سه بود سه کار سه رابطه سه شخص در این ذات یکتای خدا وجود داره خدایی که خالق ماورای ماست به عنوان پدر خودش رو معرفی کرده خدایی که در عیسای مسیح با ما روبرو شده نجات, جه... نجات دهنده ما به عنوان پسر خودش رو معرفی کرده و خدایی که وارد زندگی من شده حضورش و من و تو رو میخواد عوض بکنه به عنوان روح القدس خودش رو معرفی کرده یک خدا در ذات که خودش رو در سه شخص در سه بود در سه کار در سه عمل حالا این کلمات انسانی داریم استفاده میکنیم خودش رو به ما در طول تاریخ کتاب مقدس معرفی کرده پس اینجا تناقض نیست اینجا هیچ حرفی نمیزنیم که بر ضد عقلمون باشه بر ضد فلسفه و ریاضی و منطق باشه اینجا یک به اضافه یک به اضافه یک نمیگیم که مساوی میشه با یک میتونیم بگیم یک زب در یک زب در یک زب در یک که میشه یک اینجا ما با هم جمع بندی نمی کنیم پس اینجا نه مشکل ریاضی ما داریم در الهیات مسیح نه مشکل اقلانی و فلسفی ولی باید با فروتنی اعلام بکنیم که من نمیتونم خدا رو کامل درک بکنم من نمیتونم که خدا رو توی دست خودم همه حقایقش رو نگه دارم و فقط این درباره تسلیس نیست درباره هر حقیقت الهی عزیزان ما باید با این فروتنی برخورد کنیم که خدا خیلی بالاتر از اینه که من بتونم به طور کامل همه حقیقتش رو درک بکنم و بشناسم پس تسلیس ضد منطق نیست تسلیس توش تناقض نیست ولی راز اساسی الهیات مسیحیه چرا ما حالا این حرف رو چرا ما به تسلیس ایمان داریم؟ به خاطر اینکه که درست کلامش رو کتاب مقدس نیست ولی تمام داستان کتاب مقدس معرف این خدای تسلیسه همونطور که گفتم و این درس رو میگم جاهای دیگه هم دادم اینجا نمیخوام تکرار بکنم چون وقتش نیست ولی ما با یک خدا ایمان داریم که این خدا همه انسان رو ها رو خلق میکنه این خدا خودش جسم میپوشه روی صلیب برای من و تو در جسم انسانی خودش رو فدا میکنه و وقتی که من بهش ایمان میارم این خدا وارد من میشه و شروع میکنه به تبدیل کردن من وقتی که داستان کتاب مقدس اینطوری میبینیم و میبینیم که همیشه تاکید روی یک خداست ولی خدایی که ماورا و مافوق ماست پدر ماست خدایی که امانوئل جس پوشیده کلام خدا جس پوشیده در عیسی مسیح نجاد دهنده ما خدا با ما و روحی که میاد در ما شروع عوض کردن ما خدا در ما خدا ماورای ما خدا با ما و خدا در ما یک خدا سه کار مختلف سه شخص مختلف، سه بود مختلف، خلقت، نجات و پاک کردن و این مجبور میکنه کسی که میخواد صادقانه رو به رو بشه با کل مکاشفه خدا توی این کتاب اگر میخوایم صادقانه روبرو رو بشیم باید قبول کنیم که این،, این کتاب ما رو به یک خدای یکتایی معرفی میکنه که در سه شخص این خدا از ازل تا ابد وجود داشته حالا الهیات مسیحی همونطور که گفتیم از کلمات انسانی باید استفاده کنیم چون به غیر از کلمات انسانی کلمات دیگه ای نداریم و میگیم که در الهیات مسیحی که یک <applause> خدا هست در ذات ولی این خدا خودش رو در سه شخص به ما معرفی کرده وقتی کلمه شخص رو استفاده میکنیم فکر میکنیم میگیم سه نفر ولی منظور الهیدانهای مسیحی سه نفر نیستند حالا میگم من کلمات دیگه رو استفاده کردم کلماتی مثل بود، مثل عمل مثل شخص حالا شاید یه عده از من بخوان ایراد بگیرن بگن که نه این کلمات درست نیست فقط باید این کلمات شخص ولی کلمه شخص هم یک کلمه انسانیه که فقط میخوایم با کلمات انسانی محدود خودمون یک حقیقت روحانی رو مطرح بکنیم داستانی هست از آگسترین قبلا تو درسام گفتم که آگوستین متفکر بزرگ قرن 4 و میلادی یک کتابی درباره تسلیس نوشتهش که هنوز هم کتاب هست کتاب بسیار زیبا و مفیدیه و بعد از نوشتن این کتاب داستانی هست داستان تخیلی به احتمال زیاد آگوستین داره بغل ساحل دریا را میره و میبینه یه پسر بچه‌ای داره یه سوراخی کنده توی ساحل و داره آب دریا رو توش میریزه به پسر میگه که پسر جان داری چیکار می‌کنی آگوستین میگه میخوام آب دریا رو توی این چاله چاله توی ساحل بریزم آگستین میگه عجب کار احمقانه ایه مگه میشه آب دریا رو توی این چاله خالی کرد بعد پسره به آگستین میگه کدوم کار احمقانه تره من میخوام آب دریا رو توی این چاله بریزم یا تو میخوای خدا رو توی کتاب توصیف کنی تسلیس رو توی یک کتاب توصیف کنی بعد آگستین توی کتاب تسلیسش برمیگرد این جمله خیلی کلیدی رو میگه میگه ما میگیم یک خدا در ذات ولی خودش رو در سه شخص معرفی کرده آگستین میگه ما میگیم سه شخص نه به خاطر اینکه معنیش شخصه ولی میخوایم چون ساکت نباشیم چون میخوایم بالاخره یه چیزی بگیم با کلمات انسانی کلمه شخص رو استفاده میکنیم ولی نه به معنی سه نفر افراد مختلف بلکه این خدا خدای خالق خدای نجات دهنده خدای پاک خدای ماورای ما پدر ما خدای با ما در عیسی مسیح امانوئل خدای در ما روحش روح, روح و این یک خدا در این سه شخص در کار خلقتش در کار نجاتش در کار پاک کردن و تقدیس کردنش این خدایی که خودش رو ما معرفی کرده در کتاب مقدس و ما بهش ایمان آوردیم تسلیس و, و های زیادی هم در تاریخ کلیسا بوده درباره تسلیس مثلا بعضی وقتا تو الهیات اولیه کلیسا هنوز هم یه عده گروه های بدعتی این حرفا رو میزنن میگن که خدا نقشای مختلف بازی کرده در زمانهای مختلف ولی نه پدر پسر روح القدس شخصهای ازلی و ابدی هستند در تسلیس اقدس. نه که یه زمان خدا پدر بوده یه زمان خدا پسر بوده یه زمان خدا روح القدس بوده نه از ابد خدا تسلیس اقدس بوده از ابد و از از ازل تا ابد در خدا عشق بوده عاشق بوده معشوق بوده رابطه عاشقانه بین پدر، پسر و روح القدس. پس تسلیس این صحبتش این نیستش که اینا نقش های مختلف خداست. یا صحبت این نیستش که وقتی که مسیح خلق شد، مسیح شد پسر خدا و حالا ما میگیم که پدر، پسر، روح القدس. نه. همیشه پسر شخص دوم تسلیس از ازل از پدر بوده و هیچ زمانی نبوده که پسر به وجود اومده باشه هیچ زمانی نبوده که پسر خلق شده باشه عیسی مسیح یعنی خدای پسر کلمه خداست از ازل کلمه پدر بوده معرف پدر بوده از وجود پدر بوده درسته که دو هزار سال پیش حالا صحبت مسیح شناسی رو بیشتر وارد این مسئله میشیم دو هزار سال پیش ذات الوهی پسر با ذات انسانی در رحم مریم شکل میگیره و دو هزار سال پیش عیسی مسیح به دنیا میاد ولی ذات الهی مسیح ذات الهیش که یک ذات با خداست از ازل بوده و یعنی و شخص پسر از ازل بوده و در هیچ تاریخی خلق نمیشه به وجود نمیاد اینها نکته های خیلی سریع که ازش رد شدم درباره بدعت هایی که در تاریخ کلیسا درباره تسلیس وجود داشته و اینم با این نکته خاتمه میده آرسی این قسمت تسلیس رو میگه داکترین تسلیس به طور کامل توضیح نمیده شخصیت خدا رو توضیح نمیده ذات خدا رو ولی مرزهای فکری ما رو تعیین میکنه که تا چه حدی ما میتونیم با فکرمون درباره این حقایق الهی صحبت بکنیم بذار من ترجمه فارسی شو بخونم ترجمه فارسی این قسمت آموزه تسلیس شخصیت رازآمیز خدا را به تمامی تشریح نمی کند بلکه مرزهایی را تعیین می کند که نباید پا را از آن حد فراتر بگذاریم تسلیس حدود متناهی ما را تعریف می کند تسلیس خواستار آن است که ما به مکاشفه کتاب مقدسی وفادار باشیم همان مکاشفه که صحبتش این هست که خدا به اعتباری واحد است و به اعتباری دیگه متفاوت و سه تسلیس صحبت تسلیس این نیستش که خدا سه تا قسمت مختلف داره این حرف اشتباس خدا قسمت بندی نداره تسلیس این نیست که خدا نقش های مختلفی داره این حرف اشتباس خدا نقش های مختلف بازی نمی کنه. صحبت تستیس اینه که در خود خدا خدای ما یک خدای تنها نبوده هیچ وقت خدایی که کتاب مقدس میگه خدا عشق است خدایی که همیشه منبع عشق بوده ابجکت عشق بوده و رابطه عاشقانه در این خدا بوده و از فواره عشقش خلقت رو به وجود میاره پس در خود خدایی که همیشه در اون عشق بوده همیشه در اون صحبت بوده همیشه در اون رابطه بوده اینا همه اصطلاحات کتاب مقدسیه وقتی یوحنا میگه در ازل کلمه بود کلمه با خدا بود کلمه خود خدا بود آیه 14 یوحنا فصل یک و کلمه جس پوشید و انسان شد در میان ما جس پوشید و ما اون رو دیدیم و اون کلمه معرف خداست این یه نوع دیگه از صحبت کردن انسانیه که میخوایم با کلمات محدود انسانی حقیقت روحانی رو مطرح کنیم که خدا همیشه در خدا رابطه بوده عشق بوده و حالا اون رابطه و عشق که در عیسی مسیح تجسم پیدا میکنه خدا ما رو دعوت میکنه که وارد اون رابطه عاشقانه بشیم وارد اون رابطه مشارکت وارد اون صحبت وارد اون دوستی بشیم با خدای تسلیس خدایی که خالق ماست و ماورای ما نجات دهنده ما امانوئل با ما در عیسی مسیح و در ما روح القدس داره به سوی خودش دعوت می خدایی که میتونیم بهش سر تعظیم فرود بیاریم و اجازه بدیم وارد زندگیمون بشه و ما رو به شکل شخصیت عیسی مسیح در بیاره مرسی برای این وقتی که اجازه دید من در خدمتتون باشم تا هفته آینده خدا نگهدار